انتشار ویدیو دختری وحشت زده که از گشت ارشاد نیروی انتظامی ایران کتک می‌خورد در فضای مجازی و همچنین در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای داشته است. در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی با بدخلقی و خشونت زن وحشت زده جوانی را کتک می‌زنند. مسیح علی‌نژاد، گزارشگر مستقل و مجری برنامه تبلت صدای آمریکا که این ویدیو را نخستین بار منتشر کرد، از استودیوی نیویورک با ماست و درباره این ویدیو و حرکتی که تحت عنوان دوربین ما اسلحه ما آغاز شده توضیحات بیشتری میده. مسیح، مسئولای ناجا گفتن این ویدیو بخشی از اتفاقه و همه ماجرا نیست. شما که فیلم رو دریافت کردی، چه اطلاعاتی در مورد جزئیات این اتفاق داری؟ اتفاقا فکر میکنم اولین باره که مسئولان ناجا یه حرف درست زدن، به این دلیل که این ویدیو واقعا بخشی از واقعیت تلخ تاریخیه که زنان ایرانی سالهاست دارن تجربه میکنن. یعنی ما فقط در این ویدیو یک قسمت از خشونت رو میبینیم، در حالی که موضوع گشت ارشاد و کتک زدن دختران اصلا موضوع جدیدی نیست. و واقعیت خود این صحنه ای که اتفاق افتاده در واقع اینه که 4 دختر دانشجو توی پارکی نشسته بودن که حتی بی حجاب هم نبودن، اما پلیس بر اساس آنچه که همیشه حجاب نامناسب میدونه میاد اونها رو میخواد ببره توی ون گشت ارشاد، که شما در گوشه ای از فیلم میبینید ون گشت ارشاد رو. این دخترها مقاومت میکنن که سوار ون گشت ارشاد نشن. شما اگر دقت بکنین از ابتدا هیچ گونه درگیری نیست، فقط میگن مگه اینجا ارث پدرتونه، و ادبیاتی هم که به کار میبرن خشونت آمیز نیست. پلیس ادبیات خشونت آمیز رو شروع میکنه و حمله میکنه و اونها رو کتک میزنه. دختری که مشکل قلبی داشت میفته روی زمین، پلیس اونو بازداشت نمیتونه بکنه، اما در عوض یک زن و شوهری که اومده بودن و از حق این چند تا دختر دفاع کردن نذاشتن اونا سوار ون بشن، اون زن و شوهر بازداشت شدن. این اولین بار نیست مسیح که گشت ارشاد خشونت میکنه، ولی حالا چرا این همه بازتاب داشتین؟ دقیقاً سوال درستی پرسیدین. ببینید، در تمام این سالها ویدیوهایی منتشر شده بود از خشونت محض گشت ارشاد در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی. به شکل فردی مردم اطلاع رسانی کرده بودند در این زمینه. زن ایرانی باشی و حجاب اجباری رو قبول نداشته باشی، حداقل یک بار گذرت به ساختمان وزرا یا اداره امر معروف و نهی از منکر شهرستان‌های مختلف کشور خورده. اما اتفاقی که میفته، قدرتی که شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی به مردم میدن. من تنها کاری که کردم یه هشتگ درست کردم تحت عنوان دوربین ما اسلحه ما. زیر این هشتگ مردمی که دغدغه‌های مشترک دارن جمع شدن، مثل یک چتر مردم رو کنار هم جمع کرده. ویدیویی که در صفحه من منتشر شده توی همون روز اول، یعنی نصف روز، 2 میلیون بیننده پیدا میکنه و بالای 25,000 تا کامنت. این مردم سالها بود که وجود داشتن، مبارزه میکردن، حرف میزدن، ولی زیر یک هشتگ که در واقع همونطور که گفتم بازوی حمایتی مردم هست، مردم وقتی متحد میشن، اتحاد پیدا میکنن، قدرت بیشتری پیدا میکنن. و وقتی که مردم با قدرت پرسشگری میکنن، در کنار همدیگه پرسشگری میکنن، نه مثل جزیره های سرگردان، مسئولان جمهوری اسلامی که در تمام این سالها سانسور کردن مجبور میشن که پاسخگو باشن. دنیا که اصلا اساساً الان در مورد گشت ارشاد یا حجاب همه زنان سیاستمدار رو میبینید که میان ایران و تسلیم حجاب میشن، مجبور میشن که از زیر این هشتگ زنان ایرانی رو بشنون.